به نام خداوند بخشنده مهربان. اهل اطاعت و فرمانبرداری در قرآن و سنت. ستایش مخصوص ذات خداوندی است که پروردگار جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. ای کسانی که ایمان آوردید، هرگاه الله و پیامبر شما را به چیزی فراخواندند که به شما زندگی میبخشد، فرمان آنان را اجابت کنید و بدانید که الله جل جلاله میان انسان و دلش حائل می شود و از اسرار آگاه است، و این که در قیامت همگی نزد او گرد آورده می شود. گواهی می دهم بر این که نیست معبودی بر حق جز الله واحد ولا شریک، و گواهی می دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. اجابت خداوند متعال و رسول او صلی الله علیه و سلم حیات دلها و دلیل ایمان کامل و محبت خالصانه هست، چنانچه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید، هرگاه الله و پیامبر شما را به چیزی فرا خواندند که به شما زندگی می بخشد، فرمان آنان را اجابت کنید. در قول دیگری می فرماید: و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله. او درخواست مؤمنان نیکوکار را می پذیرد و از فضل خیش بر پاداش آنان می افزاید. و باز می فرماید: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أي پیامبر بگو اگر الله را دوست دارید از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را عفو کند، و الله عفو کننده و مهربان ذات است. اهل استجابت با بهرهگیری از اعضایی که خداوند به آنها داده است تا حق را بشنوند و به آن پاسخ دهند در شکر نعمتهای خداوند موفق هستند، چنانچه که می فرماید: انما یستجیب الذین یسمعون. براستی تنها کسانی دعوت حق را می پذیرند که می شنوند و درک می کنند. همچنین در روز قیامت به آنها وعده نجات و بهشت داده شده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا به یغفر لكم من ذنوبكم و یجرکم من عذاب الیم. ای قوم، سخنان توحید این دعوتگر را که به سوی الله فرا می خواند بپذیرید و به او ایمان آورید تا الله جل جلاله برخی از گناهانتان را ببخشد و شما را از عذاب دردناک در امان بدارد. و در جای دیگری می فرماید: للذین استجابوا لربهم الحسنى. برای کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند، پاداش نیک بهش در پیش است. شکی نیست که زندگی اصحاب پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بیانگر پاسخ واقعی و کامل به خداوند و رسولش صلی الله علیه و سلم است. در واقعه تغییر قبله از بیت المقدس به سوی کعبه شریفه، پاسخ فوری آنان رضی الله عنهم بود که روی خود را فورا از نماز به سوی از بیت المقدس به سوی کعبه برگرداند. شخصی نزد آنان آمد و بانان گفت که بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم امر شده است که در نماز با کعبه روبرو شود، و این شخص ابو طلحه رضی الله عنه بود که کلام و گفتار خداوند جل جلاله را شنید که می فرماید: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ای مؤمنان، هرگز به منزلت و ثواب نیکوکاری دست نمییابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. پس او از باغ بیرها که از ارزشمندترین اموال او بود صدقه داد و امید داشت که به او پاداش داده شود و نزد خداوند ذخیره می شود.
و زمانی که کلام خداوند جل جلاله درباره تحریم خمر و شراب به صورت نهایی وقتی نازل شد که می فرماید یا ایها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، بی تردید شراب و غمار و نشانه های معبودان باطل و تیرهای خوراکشی برای فلگیری پلید و از کارهای شیطان هستند، پس از آنها دوری کنید، باشد که رستگار شوید. صحابه کرام رضی الله عنهم فرمودند ما تمام شدیم پروردگارا، ما کامل شدیم پروردگارا. بدون شک ثواب از نوع کاری است که هر که خداوند متعال را با انجام می او امر دوری از نواهی و از او اجابت کند، خداوند دعای او را مستجاب می کند. چنانچه که خداوند متعال می فرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ای پیامبر، هرگاه بندگانم درباره من از تو بپرسند به آنان بگو من نزدیکم و دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم. پس آنان فقط باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند، باشد که راه یابند. و باز میفرماید فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد و فرمود من پاداش عمل هیچ صاحب عملی از شما را، چی مرد و چی زن که هم نوع یک دیگری، تباه نمی کنم. و همچنان می فرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. پروردگارتان فرمود مرا به دعا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. کسانی که از عبادت من سرکشی می کند به زودی با خواری به جهنم وارد می شوند. و همگامی که پیامبران صلی الله علیه و سلم به اجابت خداوند متعال رسیدند، دعایشان مستجاب تر شد. چنانچه که الله سبحانه و تعالی در شان پیامبر و فرستاده خود حضرت نوح علیه السلام می فرماید و نوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. و نوح را یاد کن هنگامی که پیشتر از سایر پیامبران ما را ندا داد، ما نیز دعای وی را اجابت کردیم، آنگاه او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم. و همچنان در شان ایوب علیه السلام می فرماید و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب عليه السلام را یاد کن آنگاه که پروردگارش را چنین ندا داد رنج و بیماری به من رسیده از و تو مهربان ترین مهربانانی، ما دعای او را اجابت کردیم و رنج را که به او رسیده بود برطرف ساختیم و خانوادش و نیز تعدادی همانندشان را به همراه آنان به وای بازگرداندیم تا رحمتی از جانب ما و پندی برای عبادت کنندگان باشد. و همچنان در مورد حضرت زکریا علیه السلام می فرماید و زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین فاستجبنا له و وهبنا له یحیا و اصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا و كانوا لنا خاشعين. و یاد کن از زکریا علیه السلام آنگاه که پروردگارش را این گونه ندا داد پروردگارا مرا تنها و بی فرزند مگذار و تو بهترین وارثانی. دعایش را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را که نازا بود برای شایسته و آماده بارداری نمودیم. آنان همواره در کارهای خیر میشتافند و در حال بیم و امید ما را میخواندند و پیوسته برای ما فرمان بردار و فروتن بود و به هر کی از روی اخلاص روز دعا داده شده مستجاب شده است. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هیچ مسلمانی با دعایی که مستلزم گناه یا خط رابطه خویشاوندی باشد دعا نمی کند مگر اینکه با آن یکی از این سه چیز را به او بدهد، یا در دعایش اجله کند، یا در آخرت برای ذخیره کند، یا همان مقدار بده را از او دور کند.
ستایش مخصوص ذات خداوندی است که پروردگار جهانیان است و گواهی می‌دهم بر این که نیست معبودی بر حق جز الله واحد ولا شریک و گواهی می‌دهم بر این که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. شکی نیست که رویگردانی از فرمان خداوند متعال و عدم پاسخگویی به آنان از بارزترین ویژگی‌های منافقان است و خداوند جل جلاله در وصفشان چنان می‌فرماید: و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون و ان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. و هنگامی که به سوی الله و پیامبرش فراخوانده می شوند تا در میانشان داوری کند، ناگه گروهی از آنان رویگردانی می شوند و اگر حق با آنان باشد مطیعانه به سوی او می آیند. آیا در دلهایشان بیماری نفاق است یا در باره رسالتش تردید دارند یا می ترسند که الله و پیامبرش بر آنان ستم کند؟ نه، بلکه آنان خود ستم کارند. در آیات دیگری می فرماید: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. چرا باید به خدا و رسولش اجابت کنیم؟ پس پیش از این که روزی فرا میرسد که راه گریزی و بازگشتی نیست. الله متعال در این مورد چنین میفرماید: استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لکم من ملجأ یومئذ و ما لکم من نکیر. ای مردم، پیش از آن که روزی فرا رسد که بازگشتی از جانب الله ندارد، دعوت پروردگارتان را بپذیرید و در آن روز نه پناهگاه خواهید داشت نه فرصتی برای انکار. خداوند، تو کشور عزیز من مصر و سایر کشورهای دنیا را در پناه خود داشته باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.